میشیم. البته احتمالا قبل داشتیم، ولی اینجا برای ما اینجا دوباره توضیح داده میبمول رو. میبمول همونجور که میبینین نحوه انگوش گذاریش به این شکله. دوتا انگوشتای بالا رو میبندین و همینجور انگوشت شست رو، و دقیقا همون حالتی برای ریدیز میگرفتیم، یعنی این رو که میگرفتیم همون حالت برای میبمول میشه. دکمه شماره 8 که این دکمه است، این رو میگیریم و اون حالت میبمول به وجود میاد. و این تمرین هم در حقیقت میشه گفت برای ما میخواد این حالت رو تداعی بکنه که ما تمام نوت هامون توی این تمرین نوت میبمول هست و همینجور نوت های سیمون. این تمرین رو با هم انجام میدیم. میبینیم که باز ادامه این تمرین رو برای ما به این صورت نوشته. پس دقت کردیم که ما این حالت رو با نوت می بمول با همون حالت نوت ردیز هست. حالا یک بار دیگه این تمرین رو از اول انجام میدیم تا آخر قطعه. یک دو سه. تمرین شماره 2 برای ما دوباره توی همون گام هست و این دفعه نوت های کشیده است و میزان 2/4. این تمرین رو با هم انجام میدیم. تکرار نکردم اینو. شما موقع تمرین کردن این تمرین رو برای بار دوم خودتون تکرارش رو بزنید، یعنی وقتی که رسیدین به اینجا این تکرار رو انجام بدید. تمرین شماره 3. تمرین شماره 3 دوباره یک ریتم والز هست و میزان 3/4، و همینجور که می‌بینید دوباره ما یک میزان ناقص داریم اینجا و میشه گفت تقریبا آخر قطعمونم دوباره از همون ضربی که اونجا داریم به صورت میزان ناقص، همین صورت هم کم داریم آخر قطعه همون. این تمرین رو هم با هم انجام میدیم. دقت به این علامت نفس هم بکنیم. این علامت نفس به ما میگه ما در اینجا میتونیم نفس بگیریم. معمولا جاهایی که نوتای کشیده داریم، مثل اینجا که نوت کشیده داریم، ما میتونیم نفس بگیریم. این تمرین رو با هم انجام میدیم. البته میزانمون میزان 3/4 هست. 1 2. تمرین شماره 4 همینجور که میبینیم دوباره توی همون گام، یعنی گام سی بمول ماژور، و این دفعه با ریتم های چنگ برای ما نوشته شده. این تمرین رو با هم انجام میدیم. میزان ما میزان 4/4. شروع کنیم. 1 1 2 3. Thank you.
ترتیب. تمرین شماره 5. تمرین شماره 5 توی میزان 2/4 و میشه گفت گام فا ماژور هست. گام فا ماژور سی توی گام فا ماژور بموله. و اینجا این تمرین رو با هم انجام میدیم. تمرین شماره 5. تمرین شماره 5 توی میزان 2/4 و گام فا ماژور. گام در گام فا ماژور سی مون بموله هست. این تمرین رو با هم انجام میدیم. 1 2. تمرین شماره 6. تمرین شماره 6 همینجور که میبینید دو خط ملودی برای ما نوشته و یک عبارت به نام آندانته. آندانته برای ما اینجا مشخص کرده. این عبارت در حقیقت تمپوی قطعه رو برای ما مشخص میکنه که به زبان ایتالیایی نوشته شده و در اول قطعه روی 5 خط حامل نوشته میشه و سرعت قطعه رو برای ما تعیین میکنه. ما این قطعه رو البته با تمپوی آروم‌تر میزنیم. با هم دیگه قطعه رو میزنیم. سه. تمرین بعدیمون تمرین شماره 7. همینجوری که میبینین این تمرین برای دقیقاً تقویت اون قابلیت و تقویت انگشتای ما میشه گفت نوشته شده و این تمرین رو با هم انجام میدیم. دو می دو می دو می. اینجا که میبینین میمون می بمول هست. پس در نتیجه این تمرین و تکرارهایی بین اینها هست. من این تمرین رو بدون تکرارش میزنم. شما این تمرین رو برای اینکه قوی تر بشین روی تمرین با تکرارش بزنیم. دقت هم داشته باشین که اینجا گام عوض میشه. یعنی ما اینجا گامون کامل نوتامون می بمول و سی بمول هست و تا اینجا. اینجا به صورت گام عوض میشه و یک میشه گفت تقریبا گام میره تو گام ره ماژور و به صورت می لا می لا فا و دومون دیز میشه. اینها رو حتما توجه بکنید موقعی که داریم ساز میزنیم. من تکرارها رو نمیزنم، شما موقعی که دارین کار رو انجام میدین تکرارهاش رو هم تمرین بکنید. با هم دیگه کار رو انجام میدیم. 1 2 3. این تمرین رو از سرعت پایین شروع بکنین و همینجور به ترتیب سرعت رو ببرین بالاتر. یعنی ابتدا به این صورت بزنین، و بعد سرعت رو ببرین بالاتر. به چه صورت؟ به این صورت.
سرعت رو هر چی ببریم بالاتر قابلیت انگشت گذاری شما بیشتر میشه. تمرین شماره 8. تمرین شماره 8 که در حقیقت یک دوئت هست، من این دوئت رو فقط قسمت بالاش رو میزنم، قسمت پایینش رو خود شما تمرین بکنید. با هم این دوئت رو میزنیم. 1 2 3